بیشتر بحث میکنم با مهمانم که از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما وصل هستن. رامش صاحب، شما را به بحث خوش آمدید میگم. افتتاح مرکز بین المللی تجارت ترمز را برای گسترش تجارت از آدرس افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟ سلام، احترامات تقدیم خدمت شما، احترامات دارم خدمت شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون شما. ببینیم، اجازه بدیم که یک بحث خیلی کوچک داشته باشم در ارتباط موضوع خود افغانستان. افغانستان از دید جیوپولیتیک، جیو اکانومیک و جیو استراتژیک خود داره خود به منطقه و بخصوص به فرا منطقه و بخصوص به منطقه خود خیلی مهم جلوه داده. از طرف دیگه ازبکستان که میخواد خود یک بازار مهم یا یک مارکت مهم تجارتی در منطقه و همچنان در آینده در فرا منطقه داشته باشه، به زی اساس میخواد که روابط خوبی امرای افغانستان داشته باشه و در نتیجه ازبکستان میخواد که تاشکند در آینده در منطقه مانند یک دبی ثانی داشته باشه. به زی اساس افغانستان میتونه که یک مسیر خوب دستیابی به کشور باشه، چون که میتونه که یک کشور به جنوب و غرب آسیا وصل کنه. به زی اساس از طرف دیگه سیاست خارجی ازبکستان داره بر ایجاد توازن قدرت بین چین و همچنان دسترسی به مارکت هند، میتونه که رابط علاقه ترمز علاقه ازبکستان به افغانستان زیادتر کنه. من فکر میکنم این افتتاح مرکز بزرگ تجارتی بتونه بالاخره به یک شکلی، چون به سرحد است، بالاخره از نگاه جغرافی هم به افغانستان نزدیک است، در شهر ترمز بتونه که تجار افغانستان به یک شکلی، چون به ویزه فری بدون ویزه میتونن که از این مرکز بازدید کنن، تجارت داشته باشن، به یک شکل غیر مستقیم برای مردم افغانستان امکان منفیاتی خواهد بود. بله، چقدر میتونه که در قسمت گسترش صادرات افغانستان به بازارهای بین المللی این مرکز نقش خود را ایفا بکنه، با در نظر داشت از این که حداقل در گذشته ها یک آدرس مشخص به نام بندر کراچی در پاکستان وجود داشت که همواره برای تاجران افغان مشکل ساز میشد و در حال حاضر هم هزاران موتر افغان در همین مسیر استاده است. آیا مرکز تجارت بین المللی در ترمز ازبکستان میتونه که یک بدیل قابل توجه برای گسترش صادرات افغانستان به جهان باشه؟ متاسفانه به افغانستان همیشه برای صادرات بدی که به مارکت های بزرگ، مثلا مارکت بزرگ هندوستان، نیپال، بنگلادش و فرا منطقه، بالاخره با آبهای آزاد برسیم. ما تنها آپشنی که داشتیم پاکستان بود و متاسفانه روی بعضی مشکلات، حالا اگر سیاسی بود، تجارتی، هر موضوعی بود، ای را یک راه خیلی پسندیده برای تجار ما نیست. ما احساس میکنیم که بتونیم با آینده روابط خوبی که داریم، روابط سیاسی، اقتصادی، امرای همچنان کلچر خوب که روابط کلچر ریلیشن داریم امرای ازبکستان، ما فکر میکنیم اگر ازبکستان بتونه و همچنان مشخص امی مارکت بتونه که یک آپشن دوم، آپشن سوم، آپشن چهارم باشه برای دروازه برای صادرات افغانستان، یک چانس خوب. اما یک موضوع داره که شما یاد شما باشه که این مارکت ساخته شده نه تنها در قدم اول برای منفعت افغانستان، برای صادرات افغانستان. متاسفانه یا بگم چطور، کشورهای همسایه از نگاه اقتصادی از افغانستان قویتر هستند و همیشه روی صادرات خود اونا بیشتر کار میکنن و متاسفانه افغانستان ما یک کشور همیشه استفاده کشوری است که هیچ مصادرات نداره، متاسفانه همیشه واردات است در افغانستان. اگر ما بتونیم به یک شکلی که همسایه های سابق بودن اجناس افغانستان رو بالاخره به طور خرید میکردن، به روز نوشته میکردن میدن امو نام کشور خور نوشته میکردن، ما امید داریم که بتونیم از طریق ازی مارکت بین المللی که خیلی جغرافی نزدیک داره به افغانستان، ما اجناس خور و مارکت های بزرگ و منطقه و فرا منطقه رو بروشیم، یک چانس خوبه به مردم افغانستان و تجار افغانستان خواهد بود. یکی از نگرانی های دیگره که در قسمت محصولات افغانی وجود داره، همواره مبحث پروسس این محصولات قابل بس بوده و نتونستن که تجار در افغانستان به شکل درستش و به استاندارد جهانی محصولاتشان را پروسس بکنن. آیا میتونه تجار افغان از مرکز تجارت بین المللی ترمز به این مقصد استفاده کنن؟
ما نیاز داریم که در قسمت زراعت خود، در قسمت اگریکلچر، یک کسان تکنیکی، فنی و بالاخره متدی که امروز استفاده میشه ما رو در افغانستان نهادینه سازی کنیم، زمینه سازی کنیم. و در این حال من فکر میکنم که حکومت فعلی باید بروی زارین یک سرمایه گذاری کنه که ما بتونیم یک اجناس ارگانیک به مارکت به دسترس بیاریم. متاسفانه اجناس زراعتی افغانستان در حال که همیشه زارین، در حال که همیشه کوشش میشده تجار که اجناس خوب داشته باشن، بعضی اجناس در مارکت های خارجی خیلی پسندیده نیه، چون سورت نیه، مشخص نیه. اگر این مارکت بتونن اینا بین هم یک ام او یو آی خوب بین حکومت فعلی و بالاخره در وزارت تجارت یا وزارت زراعت اینا به امضا برسونن که در طویل مدت یا در میان مدت بتونن تجار افغانستان زارین بالاخره در شکل یک ترن کنن. من فکر میکنم که باز بتونن با آینده در طویل مدت یا در میان مدت یک نتیجه مثبت در ارتباط تجارت داشته باشیم. سپاسگزارم آقای رامش از اینکه در بحث با ما بودین.